نیکاهنگ کوثر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای کوثر. قطع آب مشترکین بعد مصرف، گزارش‌های متعدد از کاهش ذخیره‌های سدهای کشور و مقالاتی که به ابعاد وسیع‌تر نبود آب پرداختن از جمله مهاجرت‌های اقلیمی، تازه در فصول پرباران سال، وضعیت رو دقیقاً چطور می‌بینید؟ درود بر شما. متاسفانه بر اساس اون چیزی که امسال می‌بینیم، به ویژه که نسبت بارشی که داریم به سال‌های گذشته حتی کمتر هم بوده و مقام‌های مسئول معتقدند که یک خشکسالی دیگر رو داریم در کنار خشکسالی‌های دیگر، وضعیت رو برای تابستان و بهار آینده نگران کننده می‌کنه. و اینکه مشترکان پرمصرف مجبور خواهند بود که در ساعتی از روز آب نداشته باشند، ما رو به یاد راهکارهایی می‌اندازه که در برخی از کشورهای دیگر دنیا از جمله آفریقای جنوبی اجرا شد. منتها مردم در آفریقای جنوبی به ویژه در کیپ تاون داوطلبانه مصرف خودشون رو پایین‌تر آوردن و این اهمیت زیادی داره که بدونیم نقش مردم این وسط چی میتونه باشه. و این رو هم در نظر بگیریم که به دلیل مشکلاتی که در بخش زیرساخت داریم در شهرهای بزرگی از جمله تهران، بخش قابل توجهی از آب در مسیر لوله کشی هم هدر میره و به این ترتیب هم اتلاف آب رو به شکل طبیعی داریم و هم اونی که مردم هم نقش داشتن تو این قضیه. چاره ما نداریم که در چارچوب مدیریت منابع آب یک تجدید نظر عمده صورت بدیم، اما چون مردم هم نقشی ندارن در مدیریت منابع آب و دولتی ها این کارو میکنن، طبیعتاً بخشی از منافع مردم در نظر گرفته نمیشه. اونا فقط کارنامه و کارکرد خودشون براشون مهم هست. بایستی یک تحولی صورت بگیره و الان هم اتفاقاً که در زمانه انتخابات هست نگاه میکنیم که بسیاری از نمایندگان مجلس هر 4 سال یک بار در مناطق خودشون راجع به رفع مشکلات آب منطقه خودشون هم ادعاهای زیادی رو مطرح میکنن، اما این اتفاق هم نمیفته و متاسفانه اون چیزی که مردم دوچارش هستند آثار منفیش است. و این بحثی هم که اخیراً مطرح شد که سالانه ما حداقل 1 میلیون نفر مهاجر داریم از مناطقی به مناطق دیگر که بیشترشون به خاطر کمبود منابع آب هست، به نظرم حتی بخشش سانسور شده، چون تعداد از 1 میلیون نفر فراتر رفته در طول سالهای اخیر و متاسفانه بسیاری از مردمی که به دلیل کاهش منابع آب از مناطق روستایی به مناطق حاشیه شهرها میرن، هم فشار زیادی رو به مناطق جدید وارد میکنن و افزایش مصرف در اون مناطق باعث میشه از منابع آب زیرزمینی استفاده بشه و نشست زمین در اون مناطق افزایش پیدا میکنه و نشست زمین و بیابانی شدن در بسیاری از نقاط کشور افزوده. حتی مناطقی در مازندران هم دچار این موزل شدن که نشون میده شرایط در آینده بسیار بدتر از چیزی خواهد بود که الان هست. سپاس از شما نیکاهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن.